با سلام خدمت عزیزانم، صابر هستم در یک شهریور ماه و اول سپتامبر. دیگه داره هوا رو به پاییز میره. توی این فصل اصولا درخت‌ها و گل‌ها سعی میکنن دیگه به خواب برن، چون ساعت‌های آفتاب کم میشه. الان اگه دقت بکنید حداقل 2 ساعت و نیم 3 ساعت از آفتاب روزانه کم شده. ما برای اینکه بتونیم یک فضای دلنشین و زیبایی داشته باشیم، مثلا یه همچین گلی اگه میخوایم در خونمون داشته باشیم یا یک چنین گلای روز اگه میخوایم داشته باشیم، باید دقت کنیم، باید تلاش بکنیم، باید وقت بذاریم. من همیشه گل روز رو با یک خانم تشبیه میکنم، به خاطر همینم اسمش روزه، ولی شمز شهر یه اسقر. روز زاد و ولد میکنه، روز زیباست، روز به محیط زیبایی میبخشه، روز لطیفه و توجه زیادی میطلبه روز. اگر ما روز رو بهش توجه نکنیم، به طور قطع روز رو مقدس خواهیم داد. و گل روز کمتر از گل ارکیده نیست. با یه تنش آب و هوایی، با یه تنش آب، با یه تنش زیست محیطی میتونه گل روز آسیب‌های زیادی ببینه. به طور مثال اگر نزدیک بیاییم ببینید این دوندون‌هایی که اینجا روی این برگ‌های روز می‌بینید، دقیقاً اگه دقت بکنید اینا علائم قارچه. پشت برگا ببینید هیچی نیست. اینجا اگر این حشره بود قطعاً پشت اینا حالت تارنکبود می‌پس و یا حالت سوراخ‌های متعدد پیدا می‌کرد. اینجا الان ببینید اینا به این حالت وقتی می‌بینیم زرد شده، اثرات قارچه. این بوته روز، تمام این روزهایی که الان دارید می‌بینید از یک مادر اونجاست. الان اینا همه‌شون در واقع خواهرن. تمام این روزهایی که می‌بینید، ببینید این الان سالمه بالاش، ولی اگه دقت بکنید یه جلوتر پایین روزا توی این فصل شروع میکنه به یا کپک زدن یا قارچ در آوردن به این شکل. چرا؟ چون بالا جریان آفتاب هست، جریان هوا هست، این پایین دیگه رطوبت میمونه، نور تابشش کمتر میشه. همینجوری که بیاییم جلو خواهیم دید که سلامتی روز رو اگر ما میخواییم مطمئن بشیم، یقین پیدا بکنیم بهش، باید دقیقاً این روز روز رونده است. تمام محله رو، این منطقه رو اون روز رونده اشغال کرده. ببینید باز بالاها مشکلی نداره، ولی وقتی میایین پایین دستا ببینید اینا شروع کرده به این حالت قهوه‌ای شدن. اگر این قهوه‌ای ها رو ما ندید بگیریم، این از اینجا شروع میکنه میره به بالا و دوباره برمیگرده پایین. چجوری میره بالا؟ این برگ ها توسعه پیدا میکنه، حالت قارچ به برگ های بالاتر، و وقتی که به برگ های بالاتر که رفت رسید، اون وقت شروع میکنه از سر شاخه سیاه شدن. سر شاخه وقتی که سیاه بشه، هی به تدریج میاد پایین و پایین و پایین تا به ریشه برسه و روز رو از پا در بیاره. روز خونکی رو بسیار دوست داره، ولی آفتاب هم دوست داره. روز حداقل روزی 12 ساعت نیازمند به آفتابه. به همین دلیل اگر این ردیف روز رو از اینجا تا اونجا تماشا بکنید، یا مثلا این قسمت اگر ببینید، یا به فرض مثال این محیط ببینید، اینا الان فضای اینجا رو که میبینید آکنده از گله. ما اگر هر محیط رو در نظر بگیریم، الان به طور مثال این روزا هیچ مشکل خاصی ندارن. ما اگر دقت بکنیم به فضای این محیط، ببینید از قارچ، از حشره زدگی هیچ خبری نیست. ما زمانی که میبینیم قارچ توی محیط روز روش کرده، فقط باید سم ضد قارچ بزنیم. و نه هر سمی که گیرمون بیاد،
بنابراین ما اگر سم ضد قارچ به روز در زمانی که روز قارچ در آورده نزنیم، اون وقت از این برگتش بیارید، من بقیه روزا رو نشونتون میدم. ببینید به طور مثال الان این روزا همقد منن تقریبا، اینجا دیگه در واقع روز گاردن به زبان اینجایی ها میشه، روز گاردن یعنی مزرعه روز. این منطقه روزا الان بعضی اصلا اون قسمت از منم بالاتر رفتن. روز باید سلامت داشته باشه، روی روز دقت بکنید، باید برگا به این شکل براق باشه. هیچ وقت نذارید روزایی که به این شکل دیگه گل برگاش ریخته بمونه، اینا با قیچی بشه ریخته بشه. بیشتر اینا رو نگاه بکنید قیچی شده، این محبت رو وقت نشده قیچی قیچی بکنید. روز وقتی سر برگا رو اینا رو که قیچی بکنید، شما اگر برگایی که خشک شده به این حالت، اینا باید ببینید از همین ته ته ببرید. اگر اینا رو به این شکل نبرید، دست جمعی همینجوری به طور دست جمعی با یک قیچی تیز اینا رو به طور دست جمعی بذارید. من اینجا عبور بکنم بیام این مو هم که الان با اینکه تابستونه میتونیم، ما به اصطلاح میگن حرس سبز، اشکال نداره میتونیم ببرید. اینا رو ببینید به این حالت، به حالت دست جمعی، هیچ نگران نباشید. اگر این کار انجام ندیم، پروسه‌ای که میخواد طی بشه برای خشک کردن اینا زمان بسیار طولانی میبره و به خاطر همین تا روز بیاد اینا رو خشک کنه و از نو شروع کنه به استبلش شدن و سبز کردن و مجدد قنچه و جبونه، شاید یک ماه طول بکشه. اگر ما میخواییم که در تمام فصل روزمون گل داشته باشه، حتما باید این گل برگایی که میمیرن به این حالت از تای تقیشی بکنیم. اینا در واقع گلای محمدیه، ولی گلای دیگر که اگر میخواییم بیشتر توسعه پیدا کنه، اگه شاخه خیلی بلند میشه، به فرض مثال اگر این شاخه رو ببینید، اگه ببینید خیلی بلند شده، نمیخواید بیشتر از این بلند بشه، نگاه بکنید 1 2 3 4 5 این پنجمین برگی که 5 تا برگ داره، شاخه که 5 برگ هستش، اینو با زاویه 45 درجه انجام می‌برید. این الان چون قنچه داره این بالا، من دلم نمیاد ببرم، یا مثلا اگر اینا رو ببینید تمام اینا قنچه دارن. پس زمانی که دیدیم شاخه خیلی بلند شد، هیچ وقت از 3 برگ نمی‌بریم، از 5 برگ با زاویه 45 درجه می‌برید. تمام روزا رو عرض می‌کنم به این حالت باید ببریم. بعد زمانی که روز به قارچ مبتلا میشه، فکر کنید چه زمانیه؟ زمانهایی که بادهای شدید به وجود میاد، زمانهایی که شب هوا شرجیه، زمانهایی که هوا تبدیل میشه به رطوبت و در واقع گرما و سرما. وقتی که گرما و سرما حاکم میشه توی روز، اون وقتی که ما شاهد رشد قارچ توی روز هستیم. به همین دلیل باید اگر میخواییم که روزهامون سلامتی خودشون را از دست ندن، باید حتما همیشه در مراقبت بکنیم ازشون، همیشه روز رو در زیر نظر بگیریم. اگر روز رو زیر نظر نگیریم و به حال خودش اگر رها بکنیم، روز به سرعت قارچ تولید میکنه خودش. حشره تنها زمانی که میتونه روز رو از بین ببره، زمانیه که جاپانیز بیدل، من نمیدونم فارسیش چی میشه، یا تا کنه عنکبوتی یا ملخ، اینا هستن که روز رو برگهاش رو میخورن و در غیر این صورت هیچ حشره دیگه‌ای
نمیاد برگ های روز رو بخوره. تنها دشمنی که وجود داره برای روز، همیشه من عرض کردم، قارچه. قارچ به سرعت روز رو از پا در میاره. ما باید اینقدر کوشا باشیم در حفظ و نگهداری روز که نذاریم قارچ تو وجود روز توسعه پیدا بکنه. باید چکش بکنیم، باید مرتب نگاش بکنیم روز رو. اگر دیدیم که دونه های قهوه‌ای و یا سفیدک ها که به حالت کپکه، الان مثلا ببینید شما اگر دور تا دور این روز دقت بکنید، از هیچ نوع قارچی خبری نیست، یا این یکی روز و یا این یکی روز که اونجا هستش. روز زمانی که دورش خیلی شلوغ باشه، مثل الان خدمتتون عرض میکنم، برم اون قسمت که روز بیشتری هستش که دورش احاطه شده است، از اینجا عبور بکنیم و بریم تا یه دنم از این سیبا به یاد شماها بخورم. اینا سیب پیوند گلابی و سیب با همه، نه سیب نه گلابیه، بسیار خوشمزه است و جاتونم خالی. اینو به یاد شماها تقدیم میکنم به شما. اگر بریم جلوتر خواهیم دید که یک روزی که اون وسط هستش دورش حسب اتفاق زیادی پر شده، زیادی شلوغ شده، میبینیم که این روز خطر تولید قارچ در وجودش زیاده. این روز رو عرض میکنم، ببینید این روز اینجا بوده، چون طالبی و از این طرف هم این گلای حساب اینا دورش در اومده، دورش رو شلوغ کرده، به شدت این روز رو احاطه کردن. خطر تولید قارچ در این روز بسیار زیاده، پس بنابراین ما باید دقت بکنیم که سم پاشی به موقع، فقط و فقط و فقط سم ضد قارچ. الان مثلا ببینید این روز، روز بسیار کوچیکیه، ولی از هیچ نوع آفتی خبری نیست تو وجودش، دلیل اینکه سمپاشی به موقع انجام شده. پس تنها زمانی ما از سم مالاتان استفاده میکنیم که احساس بکنیم ملخ یا جپنز بیدل یا تارن کنه عنکبوتی به روزمون حمله کرده باشه. در غیر این صورت ما فقط به فقط سعی بکنیم از اسپری استفاده بکنیم که اون اسپری مخصوص قارچ و مخلوطی از ضد شته باشه که بهش میگن اینسکت. ما اگر اینسکت کلر با ضد قارچ رو با هم دیگه مخلوط بخریم، که در اروپا و آمریکا فراوون هست، ولی خب متاسفانه تو ایران تا اونجا که خبر دارم خیلی از دوستان که با من در تماس هستن گیرشون نمیاد. تو ایران هم خودتون میتونید تکمیلش بکنید، سم ضد قارچ رو بگیرید و با سم حشره کش مخلوط بکنید، اونا رو با هم دیگه میشن یک پایه کامل، اسپری بکنید روی روزاتون. باید دقت بکنیم که روز رو حتما در زمان سمپاشی صبح زود باشه یا قبل از ظهر باشه. در شب هیچ وقت درختاتون و گلاتون رو سمپاشی نکنید. چرا؟ به این دلیل که وقتی شب که میشه، غروب که میشه، اولا که حشرات همه از محیط گل و گیاه دور شدن، رفتن به محیط های دیگه. ما باید زمانی سمپاشی بکنیم که هوا اول صبح باشه، تمام حشرات برای تخم ریزی و برای استراحت برگشته باشن، اون وقت
سمپاشی ما اثر داره. سمپاشی شب هیچ نوع اثری نداره. سمپاشی رو زمانی که درختاتون یا گلاتون خیسه نکنید، سمپاشی باید زمانی انجام بشه که تنه درخت تنه گلتون خشک باشه، هیچ نوع رطوبتی روش نداشته باشه. سمپاشی رو زمانی که خیلی باد شدید هست انجام ندید، زمانی که آفتاب خیلی تند هست انجام ندید، و زمانی که قراره که فردای اون روز یا چند ساعت بعدش بارون بباره به هیچ عنوان سمپاشی نکنید. پس نتیجه میگیریم که باید برای نگهداری و مراقبت روزامون ما برنامه داشته باشیم. آبیاری خیلی مهمه، آبیاری به موقع روز، سمپاشی به موقع روز خیلی مهمه، تغذیه گل روز خیلی مهمه. تغذیه گل روز رو از اول بهار شروع کنید، از اول بهار شروع بکنید تا ماه اول ماه شهریور. از شهریور که گذشت دیگه به هیچ عنوان تغذیهش نکنید، بهش مواد غذایی ندید دیگه، چون روز به استراحت میره. اگر مواد غذایی بهش بدید اون واکنش تند به خودش میبینه و شروع میکنه به سوختن و از بین رفتن. براتون شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم همیشه سبز باشید. امیدوارم در حفظ و نگهداری طبیعت همه با هم کوشا باشیم، دست به دست بدیم. برای نسل آینده ما تنها ارمغانی که میتونیم داشته باشیم، تنها هدیه که میتونیم داشته باشیم طبیعت. وقتی صحبت از طبیعت میکنیم فقط گل و درخت نیست، همه حیوانات، تمام موجودات، از حشرات ریز گرفته تا شیر و پلنگ و فیل و تمام حیوانات بزرگ، تمام اینا شامل حالشون میشه که طبیعت هستن. از حیوان کشی خودداری کنید، حیوانات رو آزار ندید. اگر حیوانات به باغاتمون وارد میشن اونا چاره‌ای ندارن، تغذیه میخوان، باهاشون مهربان باشیم. اونا رو سعی بکنیم باغاتمون رو طوری حصار بکشیم که اونا وارد نشن، ولی اگر وارد شدن اونا مهمانان ما هستن. بیایید از مهمانانمون پذیرایی بکنیم، تفنگ به دست نگیریم، چوب به دست نگیریم و اینها رو تفلک ها رو نزنیم و نکشیم. اگر چهار تا میوه ما رو، چهار تا حیوان اگر خوردن، خداوند برکت بیشتری بهمون میده، خیالتون راحت باشه. پس مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون.